پرواز استاد آواز ایران. محمد رضا شجریان 1 مهر 1319 در مشهد به دنیا آمد. از کودکی صدای زیبایی داشت و نزد پدرش که از قاریان قرآن بود آموزش دید. نخستین بار در 12 سالگی به تلاوت قرآن در رادیو مشهد پرداخت. در سال 1339 فراگیری سنتور باعث شد تا با اشتیاق به فراگیری نوت و ردیف‌های آواز بپردازد. در سال 49 به استخدام رادیو تلویزیون درآمد و از سال 50 در همکاری با برنامه گل‌های تازه آثار متعددی اجرا کرد. در سال 57 در اعتراض به سیاست‌های حاکم به همکاری با سازمان‌های دولتی پایان داد. در پی آن در همکاری با هنرمندان دیگر به اجرای ترانه سرودهای انقلابی پرداخت. ترانه شب است و چهره میهن سیاهه یکی از آثار معروف استاد پیش از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی است. به رغم محدودیت‌های بسیار، محمد رضا شجریان پس از سلطه حاکمیت ارتجاعی به خلق آثار متنوع و بسیاری مبادرت نمود. استاد شجریان یک بار در اردیبهشت 1394 در مراسم یادبود حافظ در پاسخ به درخواست حاضران برای خواندن گفت: من اجازه ندارم که چندی سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم. استاد شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر روز پنجشنبه 17 مهر درگذشت. اما نقش بسیار مهم او در موسیقی سنتی ایران و صدای زیبایش ماندگار و فراموش نشدنی است.